امری الى الله ان الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الهی انطقنی بالهدى والهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهر سلام الله علیه و صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل خداوند. انشالله امام امت، شهدای عظیم الشان، هر که در طول تاریخ قدمی برداشته برای اهل بیت، درهمی خرج کرده، قطره اشکی ریخته، ذره محبتی داشته، نفسی زده، از جمله مرحوم آست حسین عرب، مرحوم حجلی مشکینی و هر که در این مسیر محبت به اهل بیت قدمی برداشته رو با صدیقه طاهره سلام الله علیها محشور کنه، صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل علی محمد و عجل فرج محمد. این سه شنبه هایی که اینجا مزاحم شما بودیم، چند هفته ای مبتلا به غفلت بودیم. خداوند جمع‌بندی کرده مشکلات مردم شبه جزیره و دوران جاهلیت رو در یک کلمه خواسته به پیغمبر اکرم اینها رو معرفی کنه. فرموده اینها انذار را نمی پذیرفتن و غافل بودن. همه رو کرده در این دوتا کلمه. ام الخبائث مردم دوره جاهلیت این بود که انذار را نمی پذیرفتن. شاید این انذار نپذیرفتن هم به خاطر همین دومی باشه و غافل بودن. غافل هم بودن که انذار نمی پذیرفتن. ما انذر آباؤهم، این ما انذر آباؤهم به قرینه آیات پس و پیش و مقدمات حکمی یعنی انذار را نمی پذیرفتن. نفعی برای اینا نداشت انذار، نه اینی که خدا تا به حال کسی رو نفرستاد و اینا رو انذار کنه. اینطوری بود که دیگه حجت به اینا تمام نبود که لقد حق القول على اکثرهم بخواد بگه. هنوز کسی رو دعوت نکردن که مجازاتش نمی کنن، که اینا نپذیرفته بودن، نمی پذیرفتن، از خر شیطون پایین نمی اومدن، غافل بودن. غفلت پیچیده است، ساده ترین ابزار شیطانه. جلساتی راجبش سخن گفتیم. امروز یه موضوع دیگری رو میخواستم در رابطه باش مطرح کنم. یه اتفاقا یه بزرگواری یه جمله فرموده که معرکه مباحث شده، دیدم اتفاقا خوبه که ما به اون موضوع، فارغ از این که چه عزیزی فرموده، نیت او چه بوده، خوب بوده حتما انشالله یا چی بوده، به اون موضوع بپردازیم. یکی از جاهای مهمی که غفلت زای خطرناکه و اتفاقا یقه‌گیر و گریبانگیر دینداران بیش از بقیه ممکنه باشه، موضوع مراء، جدال. حالا خود این یه بحث مفصلیه، یه وقتی انشالله یه عالم ربانی کار کرده خلاص شده از مراء و جدال بیاد یه جملاتی راجبش صحبت کنه. این که خیلی از اوقات در قالب دفاع از دین، من میخوام خودمو نشون بدم،
این قدیمی های شعر خلاصه لب حوضی میخوندن که اومده بود لب بوم، خلاصه قالیچه خاک داشت، قالیچه رو تکون بده، میگه قالیچه خاک نداشت، خودش رو تکون داد. خلاصه خیلی وقتا آدم نعوذ بالله وارد جدال و مرا میشه که خودش رو نشون بده. در قالب دفاع از دین میخواد خودش رو مطرح کنه. اینقدر این خطرناکه که شیخ المناظرین و رئیس المتکلمین از اعظم شاگردان کشاف حقایق حضرت صادق صلوات الله علیه زراره، سلام خدا بر زراره، که عالم سر سفره زراره است، میراث حضرت باقر و حضرت صادق صلوات الله علیه بر ما نگه داشت، یعنی استاد مسلم بود، از ترس اینکه یه وقتی در جدال و مناظره و گفتگو با مذاهب دیگه وسط دفاع از حقیقت اهل بیت خودشو نشون بده، اهل گفتگو و مناظره نبود، ساکت بود. شاگردانش از خودش مطرح ترن. کسی که گنج به دست آورده از اهل بیت، میدید نمیارزه که من این گنجی که از امام صادق گرفتم و بیارم اینجا بگن فلانی رو دیدی چی جواب داد، پوز کیو زد، تمام شد رفت، اجرم رو گرفتم. بحث نمی کرد از خوف اینکه وارد جدال و مرا بشه، هم تو مسائل سیاسی تو کشور. خیلی ما سیاست زده ایم بیش از حد. سار از درخت بپره، بلبل آواز بخونه، کلاغ قارقار کنه، بهره برداری سیاسی میشه متاسفانه. چیزی هم که سربریده میشه دینه، داشته های دینی ماست. هرچه مسائل اجتماعی مهمن نباید بهانه بشه برای اینکه ما دین مناسب بخوریم یا وارد گفتگو و جدال و درگیری شدن. این خیلی بیچارگیه. یه وقتی یکی میره گناه میکنه، فسق و فجور میکنه، یه لذتی هم ظاهرن میبره. این که آدم با قال از صادق علیه السلام و ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه حسنی و اینا آدم بخوره زمین، این دیگه دوگانه سوز میشه قول معروف. این خیلی بیچارگیه که پس وردا من یقمو بگیرن بگن این قال از صادقی که گفتی بی خود کردی، اینجا قال از صادق گفتی، حال مردم از امام صادقم نعوذ بالله حالشونو به هم زدی، بد برداشت کردن، گفتن این کاشانی طرفدار ایناست. و من احسن و قولا ممن دعا الله و عمل صالحا. حرف خوبو باید آدم خوب بزن، حرف خوب باید صاحب عمل خوب بزن، وگرنه بیرحمترین صابخونه منطقه بیاد تو مسجد راجب مهربانی صحبت کنه، مردم به دین بدبین میکنه. کسی باید حرف خوب بزنه که عمل خوب داره. و من احسن و قولا، خدا میفرماید بهترین قول چیه؟ و من احسن و قولا ممن دعا الله و عمل صالحا. از این بالاتر چیه که دعا الله، به خدا دعوت میکنم، عمل صالحا. پیغمبر فقط بیان خوب نداره راجب امیرالمومنین، بیان خوب نداره راجب قرآن، بیان خوب نداره راجب حقایق دینی، بیان خوب داره با در اوج مهربانی، در اوج اخلاص. صاحب بهترین عمل بهترین قولو هم داره. وگرنه که بعضی وقتا ممکنه بگم شما لطف کن و خیلی دفاع نکن. خیلی از این مصاحبه هایی که تو جامعه میشه دقت کرده باشی، طرف حرف نزنه، آقا یه چیزی ببین بدین حرف نزنه، این مصاحبه نکنه. الان که مد شده هی میگن این کارو نکن، بعد به خیلی از مسئولان گفت شما مصاحبه نکن، حرف که میزنی حال مردم به همین، حرف نزن آقا، هر وقت عمل کردی بیا گزارششو بده. یا به کاشانی میگن آقا شما تو منبر خیلی از این حرفا نزن، هر وقتی کار خوبی کردی اتفاقی افتاد بیا با فعل ماضی بگو این اتفاق رخ داد، شما این کار نکن. چون خطر اینجاست که وسط این که میخواد از دین دفاع کنه، یا خودشو مطرح میکنه
یا چنگ میکشه به صورت یه مؤمن، حد که حرمتش میکنه، تخریبش میکنه، بعدم خیال میکنه که کار دینی کرده. هر جمله‌ای که اضافه میگه بدکارتر از قبله. این غفلت بالاتر از این؟ یعنی آدم با جملات دینی در دفاع از دین خودشو جهنم میکنه. خدای شالا یک فهمی به من بده که منم باور کنم آقا امور دینی هم تخصصی هن. همون جور که من مثلا فرض بفرمایید انواع خوراکی ها رو خودم نمیرم در یک آزمایشگاهی خودم آزمایش کنم، به یه متخصصینی بالاخره اعتماد میکنم. مثلا تاریخش رو نگاه میکنم، آرم استانداردش رو میبینم، بالاخره به یه جایی اعتماد میکنم. اینجام بدونیم اینجام بالاخره چهار نفر دیگه هم هستن. احساس تکلیف کردن با فحاشی، چنگ به صورت هم کشیدن یا تبلیغ، خودش امر تخصصیه. خدا تبلیغ دین رو به برترین انسانهایی که تاریخ شبیهشون رو ندیده سپرده به عنوان اولی. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اول مبلغان عالم پیغمبرانن و ختم المرسلین، انبیاء، ائمم، اوصیا. اگه تو محل ما مثلا فرض کنید فلان ماشین هیبریدی و موتورشو بخوان به من بدن، دست و بالم میلرزه، میگم قبلش کی بوده این؟ مثلا فرض کنید که دوره رو کدوم کشور دیده. ولی اینجا قبل از ما پیغمبر فرموده، هر کی والدش قهر میکنه میاد راجع به همونو حرف میزنه با هر بیانی. این از مظلومیت های دینه. همون هم آدم نباید بی جهت راجع به حقایق گوشش بسته باشه، هم گوششو مفت دست هر کاشانی لاوبالیه، هیچی نداری یعنی چیزی دستش نیست، مایه نداره، نباید آدم بسپر. بالاخره انصاف اینه که حالا که اومده نشسته خودش بگه که خبری نی، سر قبر خالی وای نستا. اتفاقاتی تو جامعه میفته، بعد به خاطر اینکه یه مطلبی خطا گفته شده یا خطا گفته نشده، عده‌ای با عده‌ای جنگ میکنن، دعوا میکنن، فوش به هم میدن. یا وقتی بخوان با هم گفتگو کنن میگه میرم لهش میکنم، میرم دهنشو میشکنم یا کار دیگه میکنم با دهنش. آه اصلا ما از اول اشتباه داری میری، اینجوری نبوده. هدایت اینطوری نیست که خیلی با دهانشو کاری کردن کار نداره. قصد این نباید باشه اصلا. خدا به پیغمبرش حضرت موسی میفرماد با داداش دوتایی برید سراغ فرعون. دیگه ما بدتر از فرعون، یه جزء شاگرد اولای بدیه دیگه فرعون. ولی قول الله قولا، زودی نامید نشه بگو دیگه فرعونه دیگه. به جای اینکه بیانیه راجع به کروموزوماش بدی بگو که قول الله قولا لینا لعله یتذکر، شاید این فرعونم برگشت. حالا تو کارت، هدایت دست خداست، دست کاشانی که نیست که. تو چرا ناامید شدی این وسط؟ کسی دیگه خلقش کرده، کسی دیگه هم شاید برش گردونه. تو کارتو بکن، شاید روزی تو شد یهو با یه جمله تو برگشت. حضرت یونس علی نبی و علیه السلام اینقدر مردم اذیتش کردن دیگه نفرین کرد و آثار عذابو دید و از شهر اومد بیرون. و حالا مفصل من خلاصه کردم، 600 بار 600 سال چقدر از یونس سلام الله علیه گفته بودی مردم گوش نکرده بودن. یو یه نفر اومد گفت آی مردم بدبخت دا، این یونس رفت عذاب الان نازل میشه. این هم حضرت یونس حرف زده بود. یو اینا گفتن ای نکنه عذاب نازل بشه، برگشتن. خدا نگاه قرآن میفرمود فوج ایمان آوردن. یا تو ناامید نشو، اگه قرار بر ناامیدی بود خدا باید از تو ناامید میشد، این همه بهت فرصت داده، تو چرا ناامید میشی؟ از روز اول چرا شمشیر رو میبندی؟
امیرالمومنین سلام الله علیه هر کسی رو خواست باهاش بجنگه بکشه اول به دین دعوتش کرد دوباره. بله هدایت اختیاریه، اینجوری هم نیست بگم هر کیو به دین دعوت کرد زودی اومدن اینور هیپنوتیزم شدن، نه خیر اختیاریه، بعضیا شدن خیلی‌ها نشدن. حالا با این مقدمه چون دیدم بحث معارفی خوبیه اینو محضر شما عرض میکنم. من نشنیدم کل بحث و این جمله رو فقط دیدم روش دعوا شده، به نظر اومد که بد نیست راجع به این به بهانه این که به گوش ها خورده میشه راجبش گفتگو کرد بدون دعوا. شنیدم یه آقای بزرگواری با یه ادبیات محترمانه ای فرموده که حجاب ضروریه، ولایت ضروری نیست. بعد یه اتفاقایی افتاده، من چون نشنیدم، شنیدم خیلی لحنش خوب بوده ولی نشنیدم اون مطلب رو، فرصت نداشتم و یه بحث مفصلی هم هست اون بحث حجاب، عمدن نشنیدم چون دیدم بشنوم ممکنه اظهار نظر کنم. فقط راجب این جمله فارغ از این که چه عزیزی چی فرموده راجب همین صحبت میکنم که حجاب ضروریه دینه، ولایت نیست. از نگاهی این فرمایش درسته ولی باید دید به چه معنا و برداشتی یه فرامتنی این داره که این دیگه ربطی به گوینده نداره. این بیان در این فضا تو این شرایط کشور این بیان ازش یه فهمی میشه که شاید غرض گویندم نیست، که اونم اینه که حجاب اهم از ولایت. شاید نظر گویندم این نباشه، من که عرض کردم اصلا نشنیدم این جمله رو، فقط دیدم روش دعواه. دو تا بحث اینجا، یکی اینکه آقا ضروری دین چیه، بعد اینکه این ضروری دینه یعنی این اهمه یا نه. بازم تکرار میکنم بحث ما ناظر به فرمایش اون آقای بزرگوار نیست. وقتی نشنیدم خود ما رو همیشه گله داریم از اینکه با 30 ثانیه نقد میکنه، پس و پیشش رو اگر دیده بود اون نقد رو نمیکرد. ما ابن تیمیه رو میخوایم نقد کنیم تا همه آثارش رو نبینیم نقد نمیکنیم. حالا یه شیعه امیرالمومنین یه جمله ای گفته، وظیفه اینه که بهترین معنای ممکنش رو فهم کرد و اون معنایی که فهم غلط احتمال خیلی زیاد اصلا نگاه گویندم نیست و بگیم این غلطه، دوام نداریم. ضروری دین چیه؟ چون میخوایم توی 150 دقیقه بیشتر حرف نزنیم، ترخیص میخوام بکنم اون معنایی که محل وفاق خیلی هاست رو عرض میکنم. ببین آقا، ورود به اسلام، خوب دقت کنید، دو تا کلمه بیشتر نداره که الان میگم یعنی چی. کسی که شهادت به وحدانیت خدا بده، شهادت به رسالت خاتم الانبیا بده و کاری نکنه یا چیزی نگه که این دوتا رو نقض کنه، این آدم مسلمان. الان میگم یعنی چی مسلمان. یعنی یا یکی میاد اینجا اینجوری روشم بسته است، نمیدونی خانم یا آقاست، بگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اصلا نمیدونی زن مرد ایرانی، پاکستانی، افغانستانی، هندی، فرانسوی، نمیدونی. این دوتا جمله رو میگه، منافقه یا مؤمنه نمیدونی، کافر بت پرسته به دروغ اینو میگه شما نمیدونی، باطنشو خبر نداری، یا از صمیم قلب میگه. خب این آدم در دنیا جزو مسلمینه، یعنی همین آقا روبند داره، اگر تو بازار مسلمین یا آدم پوشیده ای بیاد زیتون بفروشه، نمیدونم قصاب باشه، اتوشویی داشته باشه، میشه از این خرید کرد خورد، ذبیحه این پاکه، خونش محترمه، پولش محترمه، عرض و آبروش محترمه، ناموسش محترمه، دفاع ازش واجبه، ولو این که شما احتمال میدی این دروغکی گفته، احتمال یقین نداری یا یقین داشته باشی که دیگه باطلش میگه معلومه دروغ گفته، نه همین فقط یه شهادت این گفته. این اسلام
برای زندگی انسان‌ها روی کره خاکیه این فضا. به بهشتی شدن این آدم و جهنمی شدن این آدم این شهادت ربطی نداره. بهشتی شدن شروط دیگری هم داره. این برای اینه که تو دنیا جز مسلمان ها باشه. بارزترین مثالش همینه که ممکنه منافق باشه. منافق تو مسجد پیغمبر با پیغمبر میاد نماز میخون. بت پرست بود این اصلا. ولی ظاهر رو حفظ کرده بود. این هم جز مسلمان ها بود. در دنیا مسلمان ها با این جز مسلمان رفتار میکرد. حالا اگر این آدم یه خودش رو لو بده، مثلا بگه نعوذ بالله پیغمبر دروغگوه، شهادتین گفته، ولی یه جمله ای بگه که معلوم بشه که اون جمله اشهدو دروغه. خدا در مورد منافقین چی میفرمان؟ اول سوره منافقون که اینا شهادت میدن که تو پیغمبر خدایی. خدا میفرماد اینا دروغ میگن اما تو پیغمبر خدایی. چیو دروغ میگن؟ اینی که من شهادت میدم. میگن دروغکی داره میگه. اما تا وقتی لو نرفته منافقم جزء چیه؟ مسلموناست. هر چیزی که اگر اونو بگه قطعا معلوم بشه این شهادت اینش دروغه، این دیگه در دنیا از جامعه مسلمین خارج میشه. دقت فرمودی؟ مثل چی؟ مثل اینکه نعوذ بالله بگه پیغمبر دروغگوه، مثل اینکه نعوذ بالله بگه خدا ظالمه. یا من که گفتم اشهد ان لا اله الا الله، یا اون ظالمی که گفتی گند زدی اون جمله قبلی. یا بگه قرآن کیلو چنده؟ قرآن معلومه که حاصل مثلا مشورت 5 نفر تو قهوه خونه است. این روشنه که داره میگه پیغمبر دروغگوه دیگه، نعوذ بالله. درست شد آقا. یه چیزایی هست به اینا میگن ضروریات دین. خوب دقت کنید، اینا هم در دنیا همون حکم نقض انکارشون، نقض شهادت این داره. مثل چی؟ مثل که خیلی روشنه هر کسی مسلمان باشه میدونه، حالا دارم اون حرف مشهور عرض میکنم، به جزئیاتش نمیپردازم، هر که مسلمان باشه میدونه در اسلام نماز هست. یه وقتی نعوذ بالله که نمازش قضا میشه، کلی هم قصه میخوره، ما با این کار نداریم. یه وقتی نعوذ بالله یه نفر یه گناهی میکنه، مثلا فرض بفرمایید عمدن نمازش قضا میشه که خیلی بزرگه، پناه میبرم به خدا، اما اگه بهش بگی چرا این کارو کردیم؟ میگه دعا کنم آدم بشم، خاک بر سرم. این از دایره اهل اسلام خارج نیست. یه گناه کرده، یه گناهی من کردم شما نمیدونی، اون یکیش مثلا فاش شده، این نه. اما یه وقت میگه نماز کیلو، نماز نداریم ما، به نماز نماز نی، یه چیزی میگه اصلا نماز وجود نداره. آقا بگی نم، یه صلوات بر احمد کن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بگه آقا نماز، آقا روشنه که پیغمبر اکرم راجع به نماز سخن، اینجوری میگی نماز اصلش نیست. این اگه برگرده به این که داری عملا نبوت رو میزنی، این معلوم میشه از دایره مسلمین در دنیا خارجه، یعنی دیگه با این مسلمین جزء خودشون حساب باش برخورد نکنه. دقت فرمودین؟ این ضروریات چیان؟ این خودش محل بحثه، اما به عنوان مثال نماز، حج، کیفیت نماز رو نمیگم، و ذکر رکوع چی باشه نمیگم، و ذکر تشهد چی باشه عرض نمی کنم، و مبتلات وضو رو عرض نمی کنم، و شک بین 3 و 4 شرایطش چی رو عرض نمی کنم، و اصل نماز میگه اصلا نمازی نیست. اون چیزی که مسلم انکارش انکار پیغمبره، اون اثرش چی؟ اثرش که این آدم تو دنیا جز مسلمان ها نیست. یکی بیاد بگه اصلا حجی وجود نداره. حج؟ حج چی؟ یا مثلا فرض بفرمایید که یه چیز دیگری. این موارد که ضروری دین هستن لزومی نداره مهمترین چیزا باشن. اینها چیزایی هن که انکارشون به انکار اون شهادت به توحید یا شهادت به نبوت برمیگرده، و اگر کسی انکار کنه در دنیا معلوم میشه مسلمون نیست. که من عرض کردم مسلمونا در دنیا ممکنه انقدر مؤمن باشن
زیر سایه اونا بقیه تنفس میکنن، به برکت اونا نفس میکشن. اولیاء خدا ممکنه معمولی باشن، ممکن اصلا منافق باشه، بت پرست باشه، ولی ظاهرش رو حفظ کرده، شهادتین هم گفته. این میاد و میره تو بازار مسلمونا هست، فکر میکنن مسلمونه. انکار ضروری که برگرده به توحید و نبوت، رد اونا. یا این که بگه من اشتباه کردم، اشهد ان لا اله الا الله، نه خیلی اینطوری نیست، نعوذ بالله. این آدم معلوم میشه در دنیا جزء مسلمونا نیست. اون برادر بزرگوار میخواسته بگه حجاب جزء ضروریات دینه، یعنی نه کیفیتشا، این که آقا صورت رو بپوشونیم یا نه، تا مچ به بالا رو باید بپوشونیم یا نه، مثلا فرض کنید چادر باید باشه یا چی باشه، کیفیتش چی باشه، رنگش چی باشه، موقع نماز چجوریه، اینا نه. یکی اصل حجاب رو انکار کنه، بگه اصلا حجاب وجود نداره، اسلامی حرفا نداره. اگر مراجعی فرموده باشن که فرمودن حجاب جزء ضروریات دینی، اینجا یه جزئیاتی از واردش نمیخوام بشن. کسی بگه اصلا حجابی نیست، به جزئیات نه، عرض کردم ذکر رکوع هم نه اونجا. میگن آقا این اصلشو داری انکار میکنی، عملا داری رسما نبوت رو انکار میکنی، عملا، نه اینی که چون مواد بیرونه، توجه کردی؟ نه اینی که مثلا مچت پیدا شد. گناهکار و خوارج میگفتن کافره. اگر اصلش رو انکار کنه، اون بزرگوار میخواسته بگه این ضروری دینه، برمیگرده به انکار نبوت، از دایره اهل اسلام خارج. درست شو؟ من چون فرمایششون ندیدم، فعلا به ذهنم میاد شاید بهتر بود مثال بهتری برای این میزه، چون فرامتن جوری دیگه برداشت میشه، شاید هم خوب گفته، من دقیق ندیدم، ما راجع به اصل حرف داریم حرف میزنیم، ولی ولایت اینطوری نیست. خوب دقت کنید، آقا اگر کسی بگوید امیرالمؤمنین را امام نمیدونم به عنوان خلیفه بلافاصله پیغمبر، ولی شهادتین گفتم، در دنیا با او مانند مسلمان ها رفتار میکنن یا نه؟ بله میکنن. و در دنیا با کسی مانند مسلمان ها رفتار میکنن، ربطی به بهشتی شدن، عرض که منافق هم ممکن حتی باشه، ربطی به عاقبت به خیر شدن نداره، ربطی به آدم خوب بودن نداره، ربطی به اهل کمال بودن نداره. این بخش از اسلام، یعنی در دنیا جزو مسلمونا باش. مثل این که بگه آقا ورود به این دانشگاه کارت دانشجویی میخواد، ممکنه یکی از مثلا سازمان مجاهدین منافقین نفوذی هم اومده اونجا، ولی کارت رو داره، فعلا جزو دانشجو حساب میشه، مشروطیه یا شاگرد اوله، میگه به این کارا کار ندارم. کارتو که داری، حق ورود به محیط دانشگاه داری، کاشانی تو رو راه نمیدیم. چرا؟ چون کارت دانشجویی نداری، هیئت علمی هم نیستی. این یکی هرچی که هست کارت دانشجویی داره. داشتن کارت دانشجویی ربطی به باسواد بودن، نخبه بودن، مؤمن بودن نداره، اجازه ورود در محیط دانشگاه داره. فقط میتونه با این بره تو سلف دانشگاه نهار بخوره، لزومن نخبه نیست، عاقبت بخیر لزومن نیست. محیط جامعه رو در نظر بگیرید، در دارالاسلام کسی که شهادتین بگه و با رفتارش اون دوتا رو نقض نکنه، مثل کسی که کارت دانشجویی داره، میتونه وارد دانشگاه اسلام بشه، میتونه بین مسلمونا حرکت کنه. خب اگر حجاب ضروری دین باشه که بسیاری از مراجع میفرمان، اصلش، کلیتش، یعنی اصلا حجابی داریم یا نداریم، نه کیفیت و جزئیاتش، انکارش برمیگرده به انکار نبوت اگه اینطوری باشه. وقت این آدم کارت دانشجویشو نقض کرده، سوراخ میکنن با پانش، اینا دیگه راش نمیدن دانشگاه، این دیگه تو محیط دانشگاه، تو محیط اسلام راش نمیدن، درست؟ اما ممکنه در محیط دانشگاه یه نفر باشه
کارت دانشجویی داره مشروط شده این. این دانشنامه فارغ التحصیلی دریافت نکرده، بهره ای از این دانشگاه نبرده، درست شد؟ سودی از این وقتی که گذاشته نبرده، نار خورده اونجا. اون بزرگوار که فرموده حجاب ضروری دینه، ولایت ضروری دینیست، به این معنا گفته، به این معنا درسته. اما فرامتنی که 99% این بزرگوار نمیخواسته اینو بیان کنه ولی بعضی از جامعه دریافت کرد اینه که پس این ضروریه، اون نیست، پس اون مهمتر از اینه، درسته؟ حتما نمیخواسته اینو بگه، قطعا هم غلطه این فرامت اگر کسی اینجور تخیل کن. قوام همه احکام، اعتبار همه عقاید و رفتارها به ولایت. برای کجا؟ برای اونجایی که دینداری و قراره باهاش حساب کتاب کنن. ما نودیه به شیئن که ما نودیه بالولایه، عباد نمازم به اون میسنجن. انما یتقبل الله من المتقین، با او میپذیرن. توجه فرمودی؟ اصلا میگه آقا شبانه روز برو عبادت کن، همه عبادات، صبح تا شب، شب تا صبح، شب تا صبح عبادت، صبح تا شب جهاد فی سبیل الله، صبح تا شب طلا ببخش، همزمان باید اصلا شمشیر بزن، شب تا صبح عبادت کن، قرآن رو ختم کن در رکوعت، در سجدت، در بین دو نمازت. هیچی به فرمایش آقای جوادی عفظه الله، هیچی یعنی هیچی ارزش نداره بی ولایت. برای کجا؟ برای اونجایی که میخوان حساب کنه. پول یک کشور که یه ارزش داره، من یه دونه داشته باشم از اینا، ببینم از اینا یه دونه داشته باشم، یا مثلا 1000 بسته، که یه ارزش داره وقتی میبرم صرافی یا بانک اینو معتبر بدونه. وگرنه شما کل این فضا رو تا سقف یه کاغذهای رنگی درست کن، اگر موقع صرف یا تحویل واریزی نپذیرن، این با کاغذ رنگی که باش موشک درست کنی فرقی نمی کن، کوه باشه از اینجا تا دماوند اسکناس بذار رو هم، ولی این اسکناس رو بانک یا صرافی نپذیره. بگو خیلی دارم، میگه توش نخل لوبیا، تخمه توش، مثلا قیفش کن تخمه بریز توش، نمیارزه، این مثل کاغذه. یکی برای دنیاست، یکی برای آخرت. دقت فرمودین، قیاس نداره اصلا. نه حجاب مهم نیستا، همه چی مهمه، نماز مگه مهم نی؟ مهمه. اما یه وقتی ما میخوایم تو دنیا با هم رفتار کنیم، ادبیاتش اینه که آقا اون کارت دانشجویه، بعد شهادتن بگی بیا وارد اسلام بشی، چیزی نقضش نکنه. خب یه وقت میگه که قیامت چی مهمه؟ تو قیامت اصلا اعتبار همه چیز به ولایته. صریح فرمودن توحید بی ولایت پذیرفته نمیشه، وای به حال حجاب یا نماز بی ولایت. اونی که نشسته میخواد بزنه، دیدی آقا ویزا میگیری بری سفر، یا بلیط هواپیما میگیری یا جاهای دیگه، میذاره اون اسکن میکنه، میخواد ببینه این یک کاغذ روش نقش و نگاره یا معتبر پشت داره، میذاره رو اون صفحه، اگه سبز بشه تایید میکنه که این راسته، پذیرفته شد ویزای شما، پذیرفته شد بلیط شما، پذیرفته شد. اگر نه، نه. یه مقوا گرفته بودی دست، دادیم بلیط نبود، یه مقوا دادن دست شما، از اصلا قابل قیاس نیست از نظر اعتبار و ارزش ولایت با غیر ولایت. شاید بهتر بود، برای همین که این بد فهم میشه، این مثال زده نشه این شکلی، اما اصلش درست بود. به عنوان ضروری
ظاهراً اون ضروری هست، این یکی ضروری نیست. این تقریبا خلاصه ماجرا که از یه جهت درسته و از یه جهتی غلطه و احتمال خیلی زیاد گوینده محترم چون اهل دانشه منظورش این غلطه نبوده، این فرامتن تلقی شده در اذهان بوده و البته من به شنوندگان حق میدم که این خطا رو تلقی کنن چون یه شبه قیاس تو ذهنه گرچه گوینده نظرش نبوده. خب این میشه بخشی از گفتگو تو این فضا. حالا ما الحمدلله مثل خود همون بنده خدا که اونم اهل گریه و روزه و ولایت اهل بیته، برای دفاع از ولایت اهل بیت اینجا رگمون ورم میکنه برای دفاع از ولایت. آیا حق داریم بریم چنگ به صورت شیعه امیرالمومنین بکشیم؟ این همون غفلته. نه خیر، در بدترین حالت باید استفسار کنن چون در کلام او چیز غلطی صریح نیست. من قبول میکنم که فرامتنش غلط برداشت میشه ولی صریح کلامش غلط نیست، باید ازش استفسار کنن. میگن منظور شما چی بود؟ اما منظورشو بگه. نه لازمه که خلاصه کروموزومای طرف رو وارسی کنن، نه لازمه ما خودمون از دیگران دیندارتر تلقی کنیم. این شیوه اهل باطله. شانتاج شیوه معاویه است نه شیوه امیرالمومنین. امیرالمومنین دنبال شلوغ کردن لشکرش نیست. یه عده از قرا اومدن و امیرالمومنین عرض کردن که ما میدونیم تو با معاویه قابل قیاس نیستی، کفشت هم با او قابل قیاس نیست، اما ما الان به این نتیجه نرسیدیم که بتونیم اینا شهادتین میگن مسلمون انظارن ما شمشیر بکشیم بکنیم تو شکم اینا. حضرت فرمود پس نیاید بجنگید. گفتن چیکار کنیم؟ فرمود برای اینکه معلوم بشه شما در راه خدا بی خیال نیستین شرکت کنید، کنار بیستید، هر وقت به نتیجه رسیدید حق با کیه به او کمک کنید، اگر به نتیجه نرسیدید کمک نکن. من سرباز جوی نمیخوام. هر وقت معلوم شد رو و بدونید خطر کجاست، خطر اونجاست که من حق رو بفهمم اون وقت عمل نکنم، وگرنه من حق رو نفهمیدم دفاع نکردم هیچ طوری نی. آقا همین الان ما هممون دلمون میخواد در لشکر امام زمان نروان و فدا باشیم، درست؟ یه عالم هم مدعیان که امام زمانن، کلیشون تو زندانن، به زبونهای مختلف امام زمان ادعایی داریم در زندان. بعضیشون فارسی بلد نیستن حرف بزنن، بعضیشون عربی بلد نیستن، بعضیشون روخونی قرآن بلد نیستن، دیگه نمیدونن که اون قاتل از زهرا بود که میگفت خلیفم روخونی قرآن بلد نبود. امامی که میگن امام زمانم، این مال قرآن و القرآن و مه، این حقیقت قرآن و روخونی رو یاد میگرفتی بعد ادعا میکردی. خب ما که انقدر دوست داریم امام زمان سلام الله علیه و پیروی کنیم، چرا نمیریم دنبال اینا؟ چون برای اینکه هنوز یقین نداریم حضرت ظهور فرمودن، درست؟ حالا فرض کنید دیدی که آقایم پیام میان، آقای یواشکی به شما فقط میگم ظهور کرده. بابا جان اگر ظهور فرمود من بفهمم باید برم سراغ حضرت. اونقدر که ما میدونیم حضرت یواشکی و دایرکتی ظهور نمیکنه. حالا اگه جایی گفتن آقا حضرت آمده بود، آقا ما نمیدونستیم که، کاش جونم و جون زن و بچه‌م رو فداش میکردم، فعلا نمیدونم تشریف برده یا نه. کجا خطرناکه؟ اونجا که من بدونم عمل نکنم، اونجا که نمیدونم که طوری نیست. حضرت فرمود طوری نیست شما بیاید در صفین در لشکر من نباشید. میگه خدایا جنگی بود، یه طرفش هم علی بن ابی طالب بود، ما به یقین حالا به خاطر بلاهایی که اهل سقیفه آورده بودن که مردم امیرالمومنین درست نمیشناختن نمیدونیم چیکار باید بکنیم، میدونیم امیرالمومنین اونا میگفتن از معاویه بهتر، اما الان تو این موضوع نمیدونیم حق با کیه، چیکار کنیم؟ آقا هیچی، بیاید بررسی کنید، تماشا کنید، رفتارا رو ببینید، مطالعه کنید، اگر به حق رسیدی عمل کن، به حق نرسیدی التماس دعا قربت الله عمل نکن. دین به شیوه اهل بیت آسونه، سخت نیست.
از ما نمیخوان چیزی که نمیدونیم جو زده بشیم یه کاری بکنیم. یه هر وقت شیر فهم شدی اقدام کن، و جای شیر فهم نشدی آقا تکلیف نداری، خلاص. حالا توی این موضوعات که تخصصی، آقا حالا یه جای یه حرفی میشنویم این وداری بررسی کنیم چی احساس تکلیف کنیم که بزنیم طرف و خارخاشاکش کنیم، بعدم بگیم ببخشی. آقا این شیوه عمر بود که یکثر الاثار و فیها والاعتذار و انها. ما گاهی شعار به نه برای امیرالمومنین زیاد میدیم، پای عمل میفته رفتارمون شبیه امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین خوش حساب بود، قاتل از هزارا به شدت بد حساب. امیرالمومنین خوش اخلاق بود، قاتل صدیق طاهره به شدت بد اخلاق. امیرالمومنین صلوات الله علیه گام بر نمی داشت الا به حق و یقین. او هی یه کاری میکرد، حالا باطنن هم اگر پشیمان میشد هی یه کاری میکرد مجبور عذرخواهی کنه. یعنی به جای اینکه به یقین عمل کنه، حضرت امیر فرموده یک ثر الاثار و فیها، هی اجتماع میکرد ولی اعتذار میگفت ببخشید. آقا یکی یه حرفی زد، لازم نیست اول به او یه چیزی بگیم بعد بفهمیم درسته. آقا میرم یکی بپرسیم آقا اینجا چیه موضوع. گاهی اصلا لطف خداست که یکی حرفی بزنه ما راجع به موضوع کنجکاو بشیم ببینیم حقیقتش چیه. بعدن اگر به این نتیجه رسیدیم که تکلیف از دین دفاع کنیم روشن، بسم الله دفاع میکنیم، جونم به آدم کمه. یعنی به این نتیجه برسیم که آقا الان باید چک بخوریم برای دین، الان باید سینه سپر کنیم، ولی کجا؟ اونجا که یقینه. پیغمبر به امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود علی جان اون روزی که دیدی مردم راجع به زن میرن سراغ زن و گمان، تو به یقینیاتت بپرداز. مردم میرن سراغ مستحبات، تو به واجباتت بپرداز. کدوم مرجعی به من گفته راجع به فلان پست اینستاگرامی واکنش نشون بده؟ نمیگم آدم سیب زمینی باشه، بفهم موضوع چیه، حق چیه، باطل چیه، وظیفه من چیه، بعد اقدام کن. اما اونجا که هنوز روشن نیست، داغ بازی در نیار، به اونی که رسیدی عمل کن. یه سری چیزا ما در این دنیا اختلاف نظره، ما زمان دسترسی نداریم. دو تا مجتهد با تقوای ویژه هم اختلاف نظر دارن، با حکمی که صادر میکنن متفاوته. وای به حال دنبال روهای اینا، یقه کشی نداره که. این از بدبختی های دوره غیبت. بالاخره ما یه وقتی خوب اینو لحاظ کنیم که روزی چند بار، هفته چند بار، سالی چند بار، گاهی ده سالی چند بار به نتیجه میسیم ایداد بیداد امام زمان نیست. ما یه جوری همش خود درمان و خود عمل و خود نسخه پیچیم، اصلا امام زمان لازم نداریم، خودمون کارامونو میکنیم. اگر کسی حواسش جمع باشه روزی ده بار به این نتیجه میرسه که امام زمان نیست، اگر بود هستا این دست من بهش نمیرسه. اینو میپرسیدم. آیت الله جوادی داشت تفسیر سوره طه میفرمود، رسید به آیاتی که حالا اونا نمیگن وقتا نگیرن، دو سه تا سوال پرسید که اون سوالا در هیچ تفسیری نیست. سوال خودش بخش از علمه دیگه. من الان ببرن کلاس فیزیک کوانتوم، استاد بگه هر چی میخوای بپرس، حال شما چطور؟ خود پرسیدن یه علمی باید داشته باشه دیگه. بونه سر کلاس فلسفه، آقا بپرس. چی بپرس؟ آبیت یا قرمزت؟ نمیدونم چی باید بپرسم. خود سوال مال علمه، کسی سوال میپرسه که علم داره تا حدی. ایشون دو سه تا سوال پرسید در مورد حضرت آدم سلام الله علیه که من ندیدم در تفسیر سوالات مطرح باشه، چه برسه به جوابش. بگو حالا جوابش چی میشه؟ یوزت زیر گریه تو صوتاش هست. گفت ما فقط گریه نمی کنیم که در اون خونه رو آتش زدن بستن، ما گریه میکنیم غیر از اون که باب علم کتابو به ما بستن. حالا من این سوالا کی باید برم بپرسم؟ هر کی سوال نمیده من میپرسه، من این سوالا کی برم بپرسم؟ اگر من حواسم جمع باشه، اهل غفلت نباشم، روزی ده باری اتفاق میفته که ای کاش ما زمان رو میدیدم ازش میپرسید. نفر اولی که بعد از پیغمبر بود داشت میمرد، گفت کاش از پیغمبر اینو میپرسیدم.
یعنی چی؟ یعنی علم ندارم. یکی نبود بگه که حالا که داری میمیری هم میگه کاش از پیغمبر واقعا فهمون من کن تو مولا و فعلیون مولا، الان داری میمیری هم لجاجت میکنی خب از علی میپرسید. این تأسفت هم تأسف علکیه، تأسفت هم تأسف توهمیه که کاش از پیغمبر اینو میپرسیدم، کاش از پیغمبر. دوستا سوال ساده هم هست. حالا ما گفتیم اگه یه چیزی پیدا شد به او کاش امام زمان بود، آه این سوال از امام زمان تو مسجدتون میتونستی بپرسی، اینا رو برو بپرس. خدا روزی کنه که ما روزی 10 بار 100 بار به این نتیجه برسیم که کاش امام زمان بود. گاهی یه جوری رفتار میکنیم چون خود درمانیم. آدم این خود درمان نباشه از امام جماعت محل میپرسه، بعد امام جماعت محل بعضی وقتا میگه این سوال باز برام استادم بپرسه، بعد میرم مرجعش میپرسه، بعد یه جایی مرجع هم که داره تفسیر میگه میگه منم نمیدونم. یه صاحبمون باید بیاد. آدم به جای اینکه هی یقه هم دیگه رو بکشه، هم میره مطلب رو پیدا کنه، میفهمه آقا ما صاحبمون الان در دسترس ما نیست. روزگار غیبت روزگار جنگ و جدال شیعیان با هم نیست، روزگار رواداری با هم دیگه است. برای هم دیگه دعا کنیم، اختلاف نظر پیدا میکنیم، بگیم خدایا من و ایشون، حالا درسته که سرش تو گوشیه، ایشون نمیگم گوش نداد من چی گفتم، خدایا با هم گفتگو کنیم به نتیجه نرسیدیم، خدایا حق رو به هر دومون برسون، ما رو در پذیرش حق یاری کن. بین من و این به عنوان مثال، من و ایشون اختلافاتمون رو برطرف کن، الفت بین ما زیاد کن، چون دستور اینه که سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. ایشون دشمن امام حسین نیست، انشالله منم نیستم، دعوا نداریم. یه وقتی میرم میگم آقا مگه این حرفی که داری میزنی تو دشمن امام حسین؟ اونم میگه بله. خب او دیگه از این دایره بیرونه، من باش کاری ندارم که، یا او با من کاری نداره. غفلت اینه که دستور صریح قطعی اینه شیعیان یقه همو نکشید، شیعیان چنگ به صورت هم نکشید، با هم با رأفت و رحمت برخورد کنید، جیبتون رو با جیب او یکی بدونید. شب گرسنه خوابیدن زن و بچه تو شبیه گرسنه خوابیدن زن و بچه او بدون، تنها خور نباشید، سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. این که قطعی یقینی رو میذاریم کنار، به اسم دین یه بابای بزرگواری غیر بزرگواری نمیدونم از دنیا میره، آقا آدابش اینه که دیگه یقه همون نکشید، شروع میکنن راجع به من بیانیه دادن در موضوعاتی که اگر امام زمان در وانا فدا بیاد جرأت نمی کنیم ازش دفاع کنیم. یعنی قطعی و یقینی نیست. هر جا قطعی و یقینیه، هر جا حجت قطعیه، به همون حجت عمل باید کرد. اما خیلی وقتا تو رفتارهای ما اختلاف نظر، حجت قطعی نداریم، لزومی نداره توش حتما راجع همه چی موضع گیری کنیم. ما دو جام نمیدونم بگیم طوری نمیشه. یعنی بهترین نقطه‌ای که شیطان میمیره برای ما اون نقطه‌ای که ما به اسم قرآن و ولایت و اهل بیت و دین یقمو پاره کنیم، در صورتی که پیغمبر اهل بیت به ما فرمودن به هم مهربانی کنیم، مگر اونجایی که یقینه. آقا یکی یه جمله‌ای گفته، هنو من نمیتونم بگم به حضرت عباس قسم زنم طلاقه اگر منظورش غیر از این باشه، جرأت میکنم بگم نه، شاید منظورش چیز دیگه بود. آقا چه لزومی داره اینجا شما موضع بگیری فوش بدم؟ آتیش تون همیشه خوب نیست، آتیش تون نمیشه خوب نیست. این به معنا نیست که سیب زمینی باشی. خب برو دنبال حق. خیلی امیرالمومنین برای اون مهمه. الحمدلله لطف الهیه که خواسته کنجکاوی در من شما ایجاد کنه. بریم یه خورده امیرالمومنین مطالعه کنیم، 4 تا کلاس بریم، فکر کنیم. این همه راجع به موضوعات بیخود میشینیم، صبح تا شب بحث میکنیم، چونه میزنه 6 تایی 4 تایی فلان. آقا یه خورده امیرالمومنین با هم گفتگو کنیم. خیلی برای اون مهمه. الحمدلله که مهمه، میشینیم با هم حرف میزنیم. ولی برای ما در اون حدی مهمه که یقه همو باش بکشیم سر موضوعاتی که اصلا دین اجازه نداده ما این کارو بکنیم، مثل مناسک.
ما رو بردن سر این سفره نشوندن زیر این سقف تو خیمه سید الشهدا، خیلی اصلا از این سفره محرومه. بعد ما اینجا به جای اینکه اون قطعیات و یقینات بپردازیم سیخ به هم میزنیم. نعوذ بالله. کاری که ائمه میکردن این بود قطعیات رو بدونید بهش عمل کنید، و تو این زمینه موفق بودن. پیغمبر اکرم نمیخواست مردم رو مجبور کنه خطا نکنن، میخواست مردم حق رو بفهمن، شیر فهم بشن. اگر شیر فهم بشن عمل با خودشون. مثال بزنم، وقت گذشت، شما میری بقالی خرید کنی، میگه که آقا اون شیر رو بر ندار فاسده. شما اینجا نمیگی به تو چه، میخوام بخورم، گوش میدی اینجا، اون یکی رو بر میداری، اسلحه دستش نمیگیره، گفتم اون شیر فاسد رو بذار زمین، مجبور نمیکنه شما، میگه شیر فاسد نخور، اون فاسده، میخوام برگردونم، مرجوعیه، اونو برده، اون تازه است. پیغمبرم بنا نبود که بگه تفنگ میذارم سقیفه، علی یه چشتگون بده عالمو چوب کن سنگ کن. نه آقا، من یه کاری میکنم بدونی علی یعنی خیر محض، نحنو اصل و کل خیر، ان ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. اون یکی هم شر محضه، حالا میخوای بری دنبالش برو، مجبور نمیکن. شما به اندازه که برای شکم درزش قالی به درستی که اون شیر فاسدو نمیخوری گوش میدی به حرف بقال محل، به حرف پیغمبر گوش بده که این خیر محضه اون شر محضه، اما میخوای خلافش عمل کنی تفنگ نمیذاره. یعنی اصلا تبلیغ دین اینجوری نیست. البته برای این تبلیغ زحمت کشیده، 40 روز اومد در خونه امیرالمومنین سلام الله علیه و از زهرا اشاره کرد، فرمود من با هر کسی که با شما در جنگ در جنگ، من با هر کسی که با شما در آشتی و سلمه در آشتی و سلمه. بالای 180 بار اومد فرمود که شما اهل بیت منی. اگر کسی میخواست حق را بفهمه فهمید. برای همینم ناپاکترین آدم های روی زمین اومدن در خونه از زهرا، دو گروه اول تا صدیقه تار آمد پشت در، گریه کنان برگشتن، آدم های توفهی نبودن، مثل روز براشون روشن بود که چه غلط بزرگی. و هر کسی توان نداشت لگد به اون در بزنه، خیلی باید پلید می بود. یعنی پیغمبر کارشو کرده، پیغمبر کارشو کرده، فهمیده بودن اونجا چه خبره، اما حالا میخوای عمل کنی برو عمل کن. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کف. همون که کربلا این شکلیه، کربلا هم شمر هم سنان لعنت الله علیهما. روزه های سنان و روزه خونا یا نمیدونن یا جرأت نمیکنن بخونن، خدا لعنتش کن. هم اون گفته هم شمر گفته، در دو جا گفتن کسی را کشتیم که میدانستیم خیر الناس ابن و امن. میدونستم مادرش فاطمه زهرا سرور اهل بهشته، اما خواستم بکشم. آقا اختیار اما نمیگیرن، اما بحث اونجاست که بعد یقین داشته بود. اومده بود توی، حالا روزه رو میبرم جای دیگه، اومده بود تو خیمه سید الشهدا غارت کنه، گریه میکرد. دختر سید الشهدا فرمود بچه گریه میکنی نامرد؟ آخه میدونم شما ناموس پیغمبری. خب همین که میدونی میدونی دیگه، نگاه نکنید که تو کربلا قپی اومدن قربتن الله، نگاه نکنید که خواستن در خونه امیرالمومنین آتیش بزنن. عمر گفت هاذهی اقوام ما جاء بهی ابوک، برای تقویت دین بابات این کار میکنم. این قپیه، میگه هر کسی میگه. این اسرائیلی هم الان میگن چی؟ میگن ما برای دفاع نمیدونم اون بیمارستانا رو برداشته، زرات خانه است، مهمات خونه است، سپر انسانی ما، باید ما برای دفاع از خودمون این کار میکنیم. بعد بگن دیگه، ظالمان باید یه دروغی بگن. بله الانسان ها علی نفسه ای بصیرتون ولو القا معاذیر. اما میدونستن، همه اهل مدینه میدونستن که پیغمبر به این خونه حساسه، میدونستن، یقین داشتن. حالا من یه جمله عرض کنم،
چون فاطمی اول گذشته و چند روزی هم از شهادت به قول 75 گذشته، من دو سه جمله عرض میکنم. بین امیرالمومنین و صدیقه طاهره یه محبت عجیبی بوده، کسی درک نمیکنه، برای ما قابل فهم نیست. ببینید آقا، لقاء خدا برای یک کسی در سطح پیغمبر و امیرالمومنین و صدیقه طاهره دیگه این بالاتر چیزی نیست. برای امام حسن بالاتر از لقاء خدا چیزی نیست. لحظه شهادت لحظه لقاء محض، در دنیا که هستن با خدا هن کاملا، ولی دیگه اونجا آزاد میشن. اما گاهی اینقدر محبت به خاطر خدا به یه ولی خدا شدیده که لحظه از دنیا رفتنشون هم غمگینن. امیرالمومنین سفر میرفت، پیغمبر میگه خدای من نمیرم، اللهم لا تمتنی حتی توری یعنی علی، یعنی یه بار دیگه علی رو ببینم بعد بمیرم. یکی مثل منه که میترسه از مرگ، اومد بعد حساب پس بده، وضعش معلوم نی. پیغمبر اینجوری نیست که. میدیدن رو به قبله عرض میکنه اللهم فرج همی، خدای غما برطرف کن و برد کبدی، جگرمو خنک کن به زیارت علی ابن ابی طالب، من یه بار دیگه علی رو ببینم. امیرالمومنین از اون طرف میفرمود می اومدم خونه فاطمه رو میدیدم غمهامو فراموش میکردم. لذا اینو شما نگاه کنید، من اینو اول بگم، وقتی اومد بالا سر صدیقه طاهره، اول بچه ها اومدن، روزم اونجا نیست، الان حسنین اومدن یکی یکی صحبت کردن، چشماشو باز نکرد. من میگم دید بچه ها میتونن تحمل کنن. امیرالمومنین که اومد دید انقدر حالش وخیمه که ففتحت عینیها، چشماشو باز کرد. اونجا عباراتی داره، فبک یا ساعتن، دوتایی با هم گریه کردن. صدیقه طاهره داره میره پیش پیغمبر، لقاء الهی، اجر این همه کاری که کرده. اون طرف همش بشارته، انبیا صف وایسادن به برکت قدوم زهرا مرضیه جاشون تغییر کنه. اما از زهرا به امیرالمومنین فرمود ابکنی، برای من گریه کن. یعنی علی جان فکر نکنی تو اینجا تنها میشی، یا منم که دارم میرم دوری تو نمیتونم تحمل کنم، برای منم گریه کن. دل کندن از تو با این وجود که میخوام برم بهش، دل کندن از تو برای من سخته، ابکنی برای منم گریه کن. رابطه شون عجیب بود. وقتی کار تمام شد، ببینید اینجا آجر و سنگ من دست میذارم، هرچی دست بذارم جایی نیست، اما خونه این که کاهگلیه، هر بار که او خواسته بلندشه همه تنش رو دستش انداخته به دیوار تکیه کرده، تمام در و دیوار خونه یادگار دردهای صحرای مرزی است. هر سمتی و بچه ها نگاه کنن میگن مادر اینجا دردش زیاد بود، دست به دیوار گذاشت، اثر دستش روی این کاگلا هست، اینجا تکیه کرد، نفسش بند اومده بود. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از شهادت صدیقه طاهره زود خونه رو عوض کرد، دید بچه ها نفس نمیتونن بکشن. امام فراموشی نداره، ولی دیگه همش جاهایی که دردای اینجا مادر خیلی درد کشید، زود خونه رو عوض کرد. اما فراق سخت بود برای امیرالمومنین. یه عبارتی گفته بالای سر حضرت زهرا که آدم میترسه ترجمه کنه. یه وقتی به یکی یه داغی میرسه صبر میکنه، یه وقتی از درون میبینه انگار میزان مقاومتش در برابر غم کافی نی. به قبرش نگاه کرد، به پیغمبر عرض کرد قل یا رسول الله عن صفیت کس صبری، انگار صبرم کم اومده. خونه رو عوض کردن،
ولی امیرالمومنین که فراموشی نداره. گاهی میدیدن میره بین قبور، شبا میرفت سر قبر حضرت زهرا، ولی رابطه اینا یه طوری بود که لحظه ای نمیتونستن فراق و تحمل کنن. ما ایم که بابامونو سه روز یه بار ببینیم تحویل میگیریم، هر روز ببینیم یه جور میشیم. پیغمبر کل ما دخلت فاطمه تو علیه هست، هر بار فاطمه میومد قام علیه، یعنی به سمتش میرفت، هر بار خوش آمد میگو. اینو نمیتونستن دوری همو تحمل کنن. شبا میرفت سر قبر زهراش، روزا باید مخفی میبود، روزا که دلش تنگ میشد میرفت بین قبور بقی را میرفت. منصوب بهش که میفهمد وقفت علی القبور مسلما، اومدم اینجا باهات حرف بزنم سلام کنم به کی، قبر الحبیب ولم يرد جوابی. میدونی چند روز صداتو نشنیدم، فکر دل منو نمی کنی. میدونی دیگه مردم مدینه انگار که من غریبم نمیشناسم با من رفتار میکنم. وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی. گاهی هم انان انگار از کف میداد مینشست یه گوشه تو زاویه عقیل، خونه ای بود از عقیل تو تو بقی کنار اون مینشست کیه میداد، پاشو اینطور بغل میکرد تو شکمش جمع میکرد، بلند بلند زار میزد. عمار یه روز اومد گفت فدات بشم، امام مایی، شما ما رو امر به صبر میکنی، بعد حالا یا اینطوری زجه میزنی ما جگرمون پاره میشه، یاد چی میفتی؟ مغتسل اون تخته یا سنگ چیزیه که بدن رو روش میذارن برا شستش. فرمود عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی تن سبکش رو روی مغتسل گذاشتن. خب مراعات حال منو کرده بود، گفته بود از زیر لباس دست بکش. خب شستشو متوفا اینطوریه که باید آب به همه بدن برسه، بعد دست میکشیدم، دستم رسید به اون استخوانی که نفس او رو بریده بود.